برداشته، هر ده قدم یه دونه از این بیشرفا رو گذاشتن. همشون هم ببینید بچه سال. جو امنیتی و ادامه اعتراض ها به بی صداقتی حکومت در ایران. در 60 دقیقه امشب میپرسیم دیوار بی اعتمادی بین مردم و حاکمان تا کجا بالا می رود. همچنین در برنامه امشب ادامه تحریم جشنواره های هنری در ایران. بعضی هنرمندان از حضور در جشنواره فجر کنار کشیدند. ممنوعیت پرواز بر حریم هوایی ایران، کاهش درآمد ایران چقدر خواهد بود؟ و حضور نخست وزیر کانادا در مراسم یادبود قربانیان هواپیمای خط هوایی اوکراین. جاستین ترودو گفته به دنبال عدالت و پاسخگویی ایران است. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. ده روز پر التهاب برای ایران که با کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران شروع شد و تا اعتراض‌های امروز ادامه یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این مدت بی امان درباره ایران اظهار نظر کرده. اوج این ده روز البته لحظه‌ای بود که فرمانده هواپزای سپاه پاسداران گرفته و در هم شکسته برای خود آرزوی مرگ کرد، به دلیل اینکه نیروهای مسلح ایران یک هواپیمای مسافربری را به گفته او با موشک کروز آمریکایی اشتباه گرفتند و فاجعه فراموش ناشدنی آفریدند. پذیرفتن مسئولیت بعد از 3 روز پنهانکاری و حرف‌های ضد و نقیض خون بسیاری را به جوش آورد. موجی تازه از اعتراض به راه انداخت. اعتراضی بعد از حضور میلیونی عزاداران در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی که باعث روحیه گرفتن حکومت شده بود. یک بار دیگر معترضان جمهوری اسلامی به خانه اول برگشتند. معترضان با خشمی نمایان، حکومت هم با اراده جدی برای سرکوب. سعی می‌کنیم که در این باره گزارش داشته باشیم، ولی فعلا اجازه بدید که گفتگویی داشته باشیم با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار از مشهد با ما، و همینطور تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام. اجازه بدید که من سوال اول رو از آقای جوادی حصار بپرسم. از شرایط امروز به تشییع جنازه اعتماد عمومی تعبیر شده. شما به تغییر امیدوار بودید، برای انتخابات مجلس ثبت نام کردید، رد صلاحیت شدید، حالا چی فکر میکنید؟ نام خدا. ما طی این چند روز با افت و خیزهای زیادی روبرو بودیم، همونطور که شما اشاره کردید. من مجدداً از همینجا به ملت ایران، به خانواده های داغدار و مصیبت دیده سقوط هواپیما، یعنی ساقط شدن هواپیما توسط واحد موشکی سپاه، تسلیت عرض میکنم. و به خاطر صحبتی که پریشب کردم و مایه سوء تفاهم برای بخشی از هموطنان من شده بود که من این امر رو یک امر عادی از جاری من تلقی کرده بودن، پوزش میخوام. به هیچ وجه من منظورم این نبوده که یک مسئله عادی است. من گفتم که اون مسئله پنهانکاری 3 روزه عامل همه این هاست. اگر حتی خطای انسانی رو هم در این قضیه دخیل بدانیم و بگوییم در منطقه در جاهای دیگه اتفاقات افتاده، این از حجم مسئله نمیکاهد و از شدت مسئله نمیکاهد. سپاه باید پاسخگو باشه، مقامات جمهوری باید پاسخگو باشن، و به نظر من موج بی‌اعتمادی در گذشته هم بود، ولی با این پنهانکاری 3 روزه شدت گرفت. و من همچنان که قبلا هم گفتم، جمهوری اسلامی باید در پی ترمیم این شکاف بر بیاد، از هر قدرتی که در توان داره باید تلاش بکنه، استفاده بکنه. یکی از اون جاهایی که میتوانست کمک بکنه به این مسئله، بسترسازی برای یک آشتی ملی در پناه تشییع جنازه سردار سلیمانی بود. اونطوری که رهبری هم اشاره کردن که این وحدتی که ذیل جنازه سردار سلیمانی ایجاد شده باید حفظ میشه. اما متاسفانه عده‌ای با کج‌فهمی و تفسیرها و تعبیرهای نابجا و تحلیل نامناسب از اوضاع
فکر کردن که این سرمایه در اختیار اونهاست و با این سرمایه هر کاری رو میتوانن بکنن و اولین نتیجهش قلع و قمع گسترده نیروهای اصلاح طلب در سراسر کشور بود، به نحوی که از مجلس پنجم به این طرف اصلا سابقه نداشته این حجم از رد صلاحیت. و به نظر من اون تعبیری که هنرمندان ما گفتند که تشییع اعتماد عمومی تعبیر درستی است. جامعه مدنی ایران جامعه فهیم زنده و پرسشگری است، در مقابل فشارها و ستمها سر تعظیم فرود نخواهد آورد. به نظر من حق جامعه ایرانی است که هم بداند و هم بتواند مطالبه کند برای پاسخ طلبی و پرسش کردن. آقای عطابکی، آقای جواد حصار از ترمیم شکاف گفتند، فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، در اظهاراتی بسیار تازه پیشنهاد کرده که مدل گورباچوف در ایران پیاده بشه، آنچه که میخائیل گورباچوف کرد. چقدر شرایط روز ایران با دوران آخر اتحاد جماهیر شوروی قابل مقایسه است؟ ببینید، نگاه بکنیم به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اون 5-6 سال حکومت آقای گورباچوف، میبینیم که دولت اتحاد جماهیر شوروی با یک رکود بسیار بسیار چشمگیر 20 ساله روبرو بود. از یک طرف یک رقابت بسیار بسیار رو در رو و هزینه بر با ایالات متحده امریکا، و از طرف دیگه یک بی‌اعتمادی بسیار بسیار مزمن و عمیق میان دولت و ملت، شهروندان اتحاد جماهیر شوروی. اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی از یک رشد ناموزون مرکب بسیار عمیق رنج می برد. هزینه های نظامی کمر اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی رو شکسته بود. شما از یک طرف با یک هزینه های هنگفتی این ماشین نظامی رو سر پا نگه داشته بودید، اما نخستین نیازهای این جامعه تامین نمی‌شد و در بسیاری از زمینه‌ها اقتصاد واقعاً به فلاکت رسیده بود، تولید ملی افول کرده بود. به همین خاطر اشاره می‌کنم که این رشد ناموزون بود، حقوق شهروندی نبود و فساد همه جای این جامعه رو گرفته بود، از لایه‌های پایین تا بالا همه جا صحبت از زیرمیزی بود و از این دست. تمام اینها شرایطی پیش آورد که آقای گورباچوف گمان کرد که تو این بستر میتونه اصلاحاتی رو انجام بده با سازندگی و شفافیت. اما اصلاحات و شفافیت ایشون همچنان که میراثدار اتحاد جماهیر شوروی بود نتونست کارا بشه، بسیار بسیار دیر بود و سرآخر راه رو به فروپاشی کشون. به گمان من شباهت‌هایی میان اتحاد جماهیر شوروی اون زمان و ایران کنونی وجود داره، هرچند که در تاریخ نمیتونیم بگیم که وقایع همیشه تکرار میشه. نای جوادی حصار، من مایل بودم از شما بپرسم که چقدر آن چیزهایی که آقای عطابکی گفتند رو مطابق با شرایط روز ایران میبینید، ولی پاسخ قبلی شما سوالی رو در ذهن من خلق کرد. گفتید که این قلع و قمع سابقه نداشته، در حالی که بسیاری میگن انتخابات مجلس نیازمند حضور اکثری است، نیازمند این است که فضا رقابتی باشه. چرا باید چنین اتفاقی بیفته که شما توصیف کردید؟ عرض کردم تحلیل نابجا و درک نامناسب از شرایط. متاسفانه عده‌ای نمیتوانند امکانات کشور رو بسنجن. امکان سنجی کار سختیه. اونها فکر کردن که این جمعیتی که پای صندوق های یعنی پای جنازه آقای سلیمانی آمد، این جمعیت برای حمایت از برنامه ها و عمل سیاسی و فرهنگی اونها به میدان آمده، نه برای سلیمانی. اصلا کاملا خلط این دو موضوع نشان از عدم درک صحیح از شرایط ایران است. خب نوع اعتماد به نفس کاذب. اما برگردیم به نکته‌ای که آقای عطابکی فرمودند. ایشون فرمودند که چنین فضایی در اتحاد شوروی حاکم بود. چقدر شما که در ایران میبینید این فضا رو آشنا میبینید و مطابق یا نزدیک به شرایط روز ایران؟ تا یه بخشی شباهت‌های وجود داره. اون در بخشی که بین ایران و آمریکا یک مبارزه شکننده و فرسایشی طی سالهای مختلف وجود داشته و بخشی از سرمایه و توان و انرژی فکری و فرهنگی و نظامی ایران
معطوف و مصروف به خونسا کردن عملیات آمریکا در اطراف ایران و یا برنامه سازی برای توقف برنامه های آمریکا در منطقه علیه برنامه های ایران و در حقیقت تلاش برای بالانس کردن توان ایران و توان آمریکا در منطقه، اینا شباهت های زیادی به هم دیگه دارن. اما واقعیتش این است که خب همون معضلی که برای روس ها بود امروز برای ایران هم هست. چند درصد از بودجه نظامی آمریکا معطوف به منطقه خاورمیانه است و چند درصد از بودجه ایران معطوف به جنگ و چقدر این توازن میتواند ادامه پیدا بکنه؟ به نظر من کار سختی است و از اون طرف فشارش روی توده های مردم داره میاد و آمریکایی ها هم همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم به جای مقابله با دولت و برنامه های دولت گلوی ملت رو دارن فشار میدن و کاری دارن، یعنی دارن مبارزه معکوس میکنن، میخوان مردم رو علیه حاکمیت بشورونن، چون فکر کردن اگر مردم در کنار حاکمیت باشن کارشون سخته، از این طریق میخوان مردم رو علیه حاکمیت بشورونن و تا حدودی هم دارن موفق میشن، تا در بسیاری از جهات تونستن موفق بشن. وقتی مردم خسته میشن و میگن آقا دیگه به ما چه ربطی داره که تو منطقه چه میخواد بگذره، مردمی که امروز سر سفرهشون نان ندارن، بیمارن، بیمارشون دارو نداره، این مشکلات رو نمیتونن تحمل کنن. از اون طرف یک جانبه گرایی فرهنگی و یک جانبه گرایی سیاسی کار رو به جایی رسونده که امروز کسانی که خودشون رو وارثان انقلاب میدونن، صاحبان انقلاب میدونن، با انقلاب بیگانه تلقی میشن و اونها رو از عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری دارن میرانن به بهانه اینکه همسو و همگام با برنامه های اونها نیستن. این یک جانبه گرایی آفتی است که جامعه ما رو در آزار شکننده میده. آقای عطابکی، در جریان فروپاشی اتحاد شوروی و انتقال شاید قدرتی که صورت گرفت و بعد مسائلی که پیش اومد خصوصا بین بوریس یلتسین و همینطور روسلان خاسبلاتوف، نقش ارتش خیلی خیلی مهم بود. آنچه که در اون زمان ارتش سرخ و بقایای اون انجام داد چیزی است که از سپاه پاسداران توقع بره، یا اینکه سپاه پاسداران ممکنه کاملا مسیر دیگه ای رو انتخاب بکنه؟ اجازه بدید بگم که عرصه سیاست عرصه درس اخلاق نیست. اینکه کشورها در برابر همدیگه می ایستند و از تمام توانشون برای تضعیف همدیگه استفاده میکنن کاملا در امر سیاست ورزی و روابط بین الملل بدیهیه و پذیرفته شده است. اینکه ایالات متحده در حال حاضر تحریم های ظالمانه ای رو علیه مردم ایران اعمال میکنه پذیرفته است، اما در ستیز روابط بین الملل جناب آقای حسار جز این آیات انتظاری میره وقتی دو کشور برای 40 سال در برابر همدیگه قرار گرفتن، مطمئنن رقیب داره تلاش میکنه که تمام توان خودش رو به کار ببره تا از مردم ایران به نوعی حمایت بکنه تا بر حکومت بشورن. اینو ما در همه زمینه ها میبینیم. دولت آقای ریگان هم همین کار رو با اتحاد جماهیر شوروی کرد، چنان فشاری بر اتحاد جماهیر شوروی گذاشت تا مردم بشورند و شوریدند علیه حکومت اتحاد جماهیر شوروی. این رو هم همینجا اشاره کنم که در پاسخ پرسش شما جناب آقای موسوی که اتفاقا این ارتش اتحاد جماهیر شوروی در برابر مقاومت مردمی نتونست ایستادگی کنه. وقتی که قیام کرد علیه یلسین، وقتی که قیام کرد علیه تمام تصمیماتی که دولت تازه اتحاد جماهیر شوروی اتخاذ کرده بود و به انحلال حزب کمونیست رأی داده بود و به انحلال در حقیقت به پایان قدر قدرتی حزب کمونیست رأی داده بود که مترادف بود اگر بخوایم در سیاست ایران سراغ بگیریم به ولایت فقیه بیشتر شبیه بود، وقتی به اون رأی داده بود مردم به خیابان آمدند و در برابر ارتش ایستادند و ارتش واقعا خودش رو ناتوان دید با تمام تجهیزاتی که داشت و با تمام در حقیقت این سرمایه‌ای که سرمایه تکنیکی، سرمایه آموزشی که برای دهه ها آموخته بود نتونست در برابر مردم مقاومت کنه. آقای جواد حصار رو مخاطب قرار داد. آقای جواد حصار پاسختون رو بفرمایید، ما یک گزارش داریم، بعد از این پاسخ گزارش رو خواهیم دید، بفرمایید. اتفاقا من با حرفای جناب عطابکی در مبنا اعتراضی ندارم. اتفاقا آمریکایی‌ها اگر بگن ما می‌خوایم ایران رو ساقط کنیم و داریم این از مردم ایران علیه حکومت ایران استفاده می‌کنیم، حرفشون کاملا درسته. ولی آمریکایی‌ها و به خصوص آقای
ترامپ این حرف رو نمیزنه. آقای ترامپ میگه ما حامی مردم ایرانی، ما کنار مردم ایرانی، ما داریم مردم ایران کمک میکنیم. به مردم ایران کمک کردن به معنای این است که شما داروی اینها رو قطع کنید، شما امکانات پزشکی اینها رو قطع کنید، به مردم ایران فشار بیارید، اقتصاد ایران رو فلج کنید که مردم توده مردم ایران نتوانند زندگی متعارف داشته باشند. شما حتی اگر در این، یعنی آمریکایی‌ها اگر در این حرف صادق باشند، میتوانند به حقوق بین الملل برای انسان‌ها، به حقوق انسانی مردم ایران توجه داشته باشند. به نظر من همونقدر که دولت و حاکمیت ایران در این ماجرا است توسط دوستان متهم به دروغگویی است، به نظر من آمریکا و دولت مردان آمریکا متاسف به صفت دروغگویی در مورد ملت ایران و مردم ایران هستند. ما گزارشی داریم که در این گزارش به تحولات امروز و دیروز میپردازیم. بعد از این گزارش با هر دو آقایان، محمد صادق جوادی حصار و همینطور تورج اتابکی، خواهیم بود. شعارهای ضد حکومتی در تجمع دانشجویان دانشگاه شریف دو روز پس از اذعان سپاه پاسداران به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی. 23 دی ماه قبل از دانشگاه شریف. از صبح دوشنبه نیروهای امنیتی حضور پررنگی در خیابان‌های مرکزی تهران داشتند، مخصوصا در میدان آزادی. در بعضی از شهرهای دیگر ایران هم همینطور. همشون هم ببینید بچه‌سال، ولی نه اعتراض‌ها و نه این جو امنیتی بازتاب چندانی در رسانه‌های رسمی پیدا نکرده. این در کنار پنهانکاری سه روزه مسئولان خشم روزنامه‌نگاران را برانگیخته. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ای می‌گوید پنهانکاری و انتشار مطالب دروغ ضربه سنگینی به اعتماد مردم و افکار عمومی زد و جایگاه لرزان رسانه‌ها را لرزان‌تر کرد. اکنون که در حال تشییع اعتماد عمومی هستیم، اولین تابوت‌های آن شامل جنازه‌های رسانه‌های رسمی به ویژه صدا و سیما و سپس مطبوعات و سایت‌هاست. از تمامی همکاران می‌خواهیم که از این پس بدون ملاحظات مرسوم که تماماً نیز غیرقانونی است در تهیه خبر، گزارش و تحلیل اقدام کنند و پرسشگری را به مرکز فعالیت رسانه‌ای خود بازگردانند. اما واقعیت این است که ما دروغ نگفتیم. سخنگوی دولت ایران میگوید آنها دروغ نگفتند، بلکه دیگران دولت را بی اطلاع گذاشتند. از یک سو عملیات روانی سنگین، از یک سو فقدان اطلاعات کافی در داخل و اطلاعاتی که در همان لحظه به طور موثق تلقی می شد، ریشه موضع‌گیری ها در بی اطلاعی و یا شاید این گونه هم بتوانم بگویم در بی اطلاع گذاشتن ها داشت. اعتراض ها یک شنبه شب هم با انواع و اقسام شعارها بر ضد حکومت، روحانیان و سپاه پاسداران ادامه داشت. معترضان پوستر قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه پاسداران را هم به پایین کشیدند. مشهد 22 دی. جز تهران شهرهای دیگر هم شاهد اعتراض بودند، از جمله مشهد. زنگ ما، زنگ ما، احبار زنگ ما. 22 دی. شیراز. کرمان. بابل. قزوین و چند شهر دیگر. در تهران با تشدید حضور نیروهای امنیتی دستگیری معترضان هم بیشتر شد و سپس به سوی آنها شلیک شد. باشه زدم.
ساشوه نیست تیره بابا ساشوه چیه؟ اورژانس با تیر زدن. تصاویری که به دست بی بی سی فارسی رسیده زخمی شدن دست کم یک زن را نشان می‌دهد. ویدیویی هم منتشر شده که در آن مردی با لباس شخصی دیده می شود که اسلحه به دست دارد. فارغ از درگیری های سیاسی، آنچه سحرگاه چهارشنبه اتفاق افتاد یک فاجعه انسانی بود. فاجعه ای که از یک طرف چند کشور خارجی که شهروندانشان قربانی آن شدند، حکومت ایران را بابت آن بازخواست می کنند و از طرف دیگر خود مردم ایران. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. محمد صادق جوادی حصار و همینطور تورج عطابکی، هر دوی آقایان با ما هستند. آقای عطابکی، در شرایط موجود تصمیم آقای ترامپ برای خروج از برجام و همینطور اعمال سیاست فشار حد اکثری نقش زیادی داشته. چطور هست که این تعداد از معترضان به گونه ای عمل میکنن در انتقاد از حکومت که ممکنه همدلی و همراهی با آقای ترامپ یا دولت آمریکا تعبیر بشه؟ ببینید، شاید پاسخ یک صریح به این پرسش شما اون ویدیویی بود یا عکسایی بود که ما دیروز در رسانه‌های جمعی دیدیم و وقتی که در دانشگاه پرچم اسرائیل و پرچم ایالات متحده آمریکا بود، دانشجوها از روی این پرچم رد نشدند و احترام گذاشتند به این پرچم. یعنی یک جور خستگی بسیار مفرطی رو نسل جوان ما برای 40 سال ستیز بیهوده با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل داره تجربه میکنه. حاصل این ستیز چیزی جز تک افتادگی ایران نبوده. ایران میتونست در حقیقت چون این سیاستی رو نداشته باشه. بودند حتی در نهادهای گونگون تصمیم گیری در ایران در سالهای نخست پیروزی این انقلاب که تجویز میکردن که سیاست دیگه ای رو باید در برابر ایالات متحده امریکا یا حتی اسرائیل پیشه کرد. خب اون انقلابیگری ولایی که از زمان آیت الله خمینی پیش گرفته شد و در حقیقت آقای آیت الله خامنه‌ای هم میراثدار این انقلابیگری ولایی هستند، اجازه نداد چون این چیزی بشه. حالا اگر نگاه کنیم، برای مردم واقعا هیچ مورد اعتنا نیست که آیا ایالات متحده امریکا از اینا حمایت میکنه، آیا اتحادیه اروپا حمایت میکنه، آیا آقای نتانیاهو در صحبتش از اینا حمایت میکنه یا نه. مردم در حقیقت پایانی میخوان بر این سیاست خارجی، سیاست خارجی که ایران رو به این وضعیت کشونده. فراموش نکنیم که این همون چیزی بود که مردم اتحاد جماهیر شوروی هم زمان گراسنوس و پروستریکا یا آقای گورباچوف میخواستن. یعنی میخواستن نوع نقطه پایانی بگذارن در این تقابلی که اتحاد جماهیر شوروی با ایالات متحده امریکا داشت و هزینه های توان فرسایی رو به اقتصاد این کشور، به در حقیقت سیاست ورزی این کشور در روابط بین الملل تهدید تحمیل کرده بود. بنابراین من گمان میکنم که برای بسیاری از کسانی که در امروز معترضن، حمایت یا عدم حمایت آقای ترامپ واقعا محلی از اعراب نداره. اون خواستای اوناست که در درجه اول مطرحه. آقای جوادی حصار، شما انتقادها رو به آقای ترامپ گفتید، آقای عطابکی هم اشاره کردن خصوصا به یک تصویر و ویدیویی که شمار چشمگیری از دانشجویان از این که بر روی پرچم آمریکا و اسرائیل پا بگذارند پرهیز میکنند. آیا با آمریکا همدلی دیده میشه؟ چطور میشه این رو توضیح داد؟ به نظر من شاید هدف رو نشون بده که وضعیت کنونی نشانه تخاصم دیرینه بین این جریان حاکم در ایران و آمریکا و اسرائیل در منطقه است. حقیقت ماجرا این است که تلاش‌های، حالا اسرائیل رو من استثنا می‌کنم، تلاش‌های زیادی طی این سال‌ها صورت گرفته که روابط بین ایران و آمریکا عادی بشه، ولی این تلاش‌ها هر دفعه‌ای از جانب بخش‌هایی از قدرت‌های منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای و
افزون طلبی های دو جانبه بین ایران و آمریکا ناکام مونده. این مردم اینو میفهمن که یک سر وضعیت موجود جنگ و نزاعی است که بین ایران و آمریکا در گرفته و پایانی براش متصور نیستن. این کلام رو من از آقای زیبا کلام وام میگیرم که ایشان همواره میگوید که یک بخشی از هویت جمهوری اسلامی آمریکا ستیزی است. اگر این آمریکا ستیزی رو از جمهوری اسلامی جدا بکنیم معلوم است چه چیزی و چقدر برای هویت جمهوری اسلامی میماند. اگر حتی این هم نباشد متاسفانه این نمایش از جمهوری اسلامی در دنیا به عرصه رفته و چنین تصویری به نمایش در آمده. باید تلاش بکنیم که مردم که سرمایه اصلی این کشور و این انقلاب هستند و این نظام هستند اینها بتوانند تصمیم سازان اصلی باشند. واقعا چرا اینقدر جرأت و جسارت در جمهوری اسلامی نیست که یک بار شیوه تعامل با دنیا از جمله با آمریکا رو با یک چارچوب ضابطه مندی به رفراندوم بذارن، بگن آقا ما نمیخوایم با آمریکا یا باج بدیم ولی بیایم ترک تخاصم اعلام کنیم، بگیم آقا ما مخاصمه ای با شما نداریم، اینو به رفراندوم بذارن. آمریکایی‌ها هم بپذیرن که اگر ایران ترک تخاصم اعلام کرد اونا هم ترک مخاصمه کنن و اصلا علیه ایران کاری نکنن، حداقل یک داور بین المللی که سازمان ملل متحد هست رو به داوری بطلبن. این وضعیت برای مردم قابل تحمل نیست. ببینید روز به روز ما یه روز سرمایه های انسانی مثل سردار سلیمانی رو از دست میدیم توسط آمریکایی‌ها و به ویژه شخص آقای ترامپ، که اصلا آقای ترامپ به نظر من بیشتر به یک شومن میمونه. او دوست داره هر روز روی صحنه باشه، براش مهم نیست به چه قیمت روی صحنه باشه، او فقط میخواد دیده بشه. من گمان میکنم ما باید یه جایی توسط مردم ایران تکلیف این مسئله رو روشن کنیم. هر کدوم از آقایون 30 ثانیه ببخشید وقت دارن که جنبندی بکنن. آقای عطابکی دیدم وقتی که آقای جوادی حصار صحبت میکردند شما متبسم بودید. ببینید ما باید یه وقتی یاد بگیریم که یک آینه ای در برابر خودمون بگذاریم و اینقدر در تحلیل هامون اشاره نکنیم به زیاده خواهی های ایالات متحده امریکا. ایالات متحده امریکا جز این بود باید عجب بینه بود انسان. ما خودمون وضعیتمون خرابه، خانه از پای بست اینجا ویرانه. آقای جوادی حصار میگن که به رأی بذاریم، به رأی جمهور مردم بذاریم ببینیم چی میخوان. کدام یک از بزرگان نظام به رأی جمهور مردم اعتنا دارن که شما تبلیغ یا مبلغ رفراندوم هستید؟ وقتی میگن که با 10% از جمعیت میشه بر 70 میلیون 80 میلیون در حقیقت حکم روایی کرد، این نسل صریح صحبت آقای جنتیه و یاران ایشون و تمام کسانی که در سریر قدرت در ایران تکیه دارن، آیا جایی برای مردم سالاری در این نظام هست؟ ما با یک حکومت ولایت فقیه، با یک حکومت فقیه سالار انقلابی روز به روز هستیم که رسالت خودش رو برای کشاندن ایرانیان یا بسیاری از مردم جهان به دروازه های بهشت به سیاق خودش در حقیقت تلقی میکنه. من نمیبینم در جبین این داستان که این مردم سالاری به این گونه که آقای جوادی حصار خوشبینانه، امیدوارم بگم خوشبینانه اعتنا بهش دارن، تلقی بشه و اجرا بشه. آقای جوادی حصار کمتر از 1 دقیقه 45 ثانیه. بله، من بارها به کنایه و اشاره عرض کردم، اینجا به صراحت خدمت شما و ملت عزیز ایران عرض میکنم، جمهوری اسلامی که هیچ، اسلام در ایران پسا ایرانی است، یعنی اول ایرانی باید باشد که اسلامی را انتخاب کرده باشد و ملت ایرانی باید باشند که اسلام را انتخاب کرده باشند و گزینش کرده باشند. در میان ملت ایران مسلمان، مسلمانان ایرانی باید باشند که جمهوری اسلامی رو انتخاب کرده باشند. بنابراین هم جمهوری اسلامی و هم اسلام در ایران پسا ایرانی هن. امروز ملت ایران دغدغه ایران رو دارن، ملت ایران دغدغه ماندن این جغرافیا و هویت ایرانی رو دارن و به گمان من توان تحمیل عقیده خودشون رو در طول تاریخ به همه حاکمان داشتن، از جمله به حاکمان جمهوری اسلامی. من معتقدم جمهوری اسلامی باید با تدبیر سریعا پیام اصلی مردم ایران که اراده ملی، حاکمیت اراده ملیست رو دریافت کنه و تن بذاره و گردن بذاره و الا هیچ سرنوشتی جز سرنوشت حکومت‌های قبلی در این بخش از جغرافیای جهان نصیبشون نخواهد.
ممنونم از محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار از مشهد با ما، و همینطور تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام. شماری از هنرمندان ایرانی نشان دادن همدلی خود با افکار عمومی که در اثر حوادث اخیر ایران جریحه دار شده، از شرکت در جشنواره‌های هنری امسال خودداری می‌کنند. چند گروه موسیقی، چند گروه تئاتر و چند سینماگر از جمله این هنرمندان هستند. چند اجرای هنری، نمایش و نمایشگاه هم لغو شده. مریم افشان گزارش می‌دهد. مسعود کیمیایی با انتشار این فیلم در صفحه رسمی اینستاگرامش از انصراف نمایش تازه ترین ساختش خون شد در جشنواره فیلم فجر خبر داد. دلم نمیخواد که فیلمم تو جشنواره فجر نشون داده بشه، به دلیل تسلیتی که به این همه آدم دارم، مردمی که مسافر بودن، تسلیت به خانواده هاشون میگم و تسلیت به خیلی ها و خیلی از خانواده‌ها. روز شنبه رخشان بنی اعتماد، فیلمساز و کارگردان، در توییتی از مردم خواست تا یاد و خاطره کشته شدگان پرواز اوکراین را روز یک شنبه 22 دی ماه در میدان آزادی گرامی دارند. اگر اون بچه های سپاه تو مرز نبودن، خانمی که تو میای فراخوان میزنی، میدونی که دست امثال عبدالملک ریگی به تو و دختر تو کس و کارت میرسید؟ شاید هم خوشت میومد، شاید دوست داشتین، ولی مردم ایران دوست ندارن اتفاق بیفته. ساعتی بعد خانم بنی اعتماد توییتی منتشر کرد و گفت با هشدار جدی نهادهای امنیتی مواجه شده و به همین دلیل برای پیشگیری از هر بهانه‌جویی و برای حفظ امنیت و جان مردم داغدار دعوتش را لغو می‌کند. امروز هم هیئت مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران در نامه‌ای به رئیس صدا و سیما سخنان محمد صادق کوشگی را بی‌شرمانه خواندند و نوشتند که این اهانت آشکار را بر نمی‌تابند و خواهان برخورد جدی با متخلفین و عذرخواهی رسمی از رئیس صدا و سیما هستند. جشنواره هنری فجر نزدیک است و شاید اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی باشد که تعداد زیادی از هنرمندان در رشته‌های مختلف هنری سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی انصراف خود را از شرکت و یا داوری در این جشنواره اعلام کردند. جشنواره هنری و سینمایی فجر، همانطور که از نامش پیداست، برآمده از دهه فجر است و در دهه پیروزی انقلاب ایران برگزار می‌شود. شنیده شده که هومن سیدی، حبیب رضایی، مهتاب کرامتی و نوید محمدزاده داوری جشنواره فیلم فجر را نپذیرفتند. گویا پیشنهاد داوری از طریق واسطه و همکاران مشترک داده می شود تا فضای واکنش برای دبیرخانه باز بماند. در حوزه موسیقی هم چهره‌های شناخته شده زیادی کنسرت‌های خود را لغو کردند، از جمله علیرضا قربانی و شهرام ناظری. گروه موسیقی رستاک هم در صفحه اینستاگرامش نوشت برای بار سوم کنسرت موسیقی اصفهان را لغو می کند. حقیقتا جانی در من برای آواز خواندن نیست در این روزها و به همین دلیل کنسرت تهران رو متاسفانه برای بار دوم کنسل می کنم و امیدوارم که در روزهای بهتر با حالی بهتر با دلی خوش. کیهان کلهر البته نگاه دیگری داشت. یه 4 دهه طول کشیده که جامعه موسیقی کار کرده، زحمت کشیده، مبارزه کرده و اینجا رسیده که اجازه داشته باشه برای شما کار بکنه و من اینجا باشم با شما صحبت بکنم. در خیلی از شهرهای مملکت همین ما خودمون اجازه نداریم که همین کنسرت رو برگزار بکنیم. دوم این که در این شرایط من فکر میکنم ما باید با هم باشیم و در میان شما باشیم و از نفس هم دیگه استفاده بکنیم. بسیاری هم اعلام کردند در جشنواره موسیقی فجر شرکت نمی کنند، از جمله کیوان ساکت که در صفحه اینستاگرامش از حضور در این جشنواره انصراف داد. گفته می شود تعداد کسانی که از جشنواره تئاتر فجر انصراف دادند به قدری زیاد است که احتمال لغو جشنواره وجود دارد. از جمله آتیا پسیانی، مهدی کوشکی، امیر مهدی ژوله و سمانه زندی نژاد. زهرا خاتمی راد، صبا راد و گلاره جباری، 3 نفر از مجریان تلویزیونی ایران هم در صفحه اینستاگرام خود اعلام کردند دیگر در تلویزیون کار نخواهند کرد.
کشته شدن 167 نفر در هواپیمای اوکراینی در تهران که مسئولان جمهوری اسلامی بعد از گذشت 3 روز سقوط آن را حاصل خطای انسانی دانستند، اعتراضات زیادی را به دنبال داشت. از جمله انصراف بسیاری از هنرمندان. هنرمندانی که هر لحظه به تعدادشان افسوده می شود و معتقدند حیات هنرمند و هنرش بسته به حال مردم است. حالی که این روزها خوب نیست. مریم افشنگ، بی بی سی. لیلی گلستان، مدیر گالری گلستان، هم گفته در جشنواره هنرهای تجسمی فجر شرکت نمی کند. در گفتگوی با خانم گلستان از او در مورد این تصمیم پرسیدیم. من 2 هفته پیش در روزنامه شرق یک یادداشتی نوشتم مبنی بر این که خطاب به خانم پروانه سلحشور نماینده مجلس که چرا این دفعه خودت نامزد نکردی و چرا میخوای غیبت داشته باشی و حضور نداشته باشی، برای اینکه آدم حسابیه به نظر من. و گفتم که من موافق این هستم که همیشه حضور داشته باشیم و کمک کنیم و وضع رو بتونیم بهتر کنیم. حالا خیلی به من میگن که داری پرت فکر میکنی و وضع بهتر نمیشه، ولی من آدم امیدوار مثبت خوشبینی هستم و همیشه فکر میکنم که حضورم میتونه کمک کنه که وضع بهتر بشه. و در من اونجا توجیه کردم که در جشنواره فجر هم شرکت میکنم برای اینکه بتونم جشنواره بهتری رو به مردم ارائه کنم. ولی این اتفاقی که افتاد حالم رو بد کرد. یعنی من الان 3 روزه فقط دارم گریه بکنم، فقط. یعنی صبح پا میشم، صبحونه میخورم، با صبحونه گریه میکنم و همینطور گریه میکنم. دلم سوخته و دیگه نا ندارم که در جشنواره فجر شرکت کنم یا اصلا برم گالری خودم کار کنم. بنابراین من اینجا وزارت ارشاد مقصر این اتفاق وحشتناکی که افتاده واقعا نمیدونم، ولی خودم اصلا امکان کار کردن واقعا الان ندارم و فکر میکنم که به همین دلیل من این انصراف رو نوشتم. تأثیرش، خب من اولین گالری بودم که انصراف دادم و تأثیرش این بود که پشت سر من خیلی های دیگه آمدن و الان یه گروهی هستن که میخوان شرکت نکنن. من نمیدونم جشنواره فجر چطوری میخواد اتفاق بیفته. جشنواره فجر تجسمی رو میگم. بنابراین من به خاطر اینکه حال خودم بده شرکت نکردم. هر کسی به حتما دلیل خاص خودشو داشت. من فقط خودم جا یک هر کدوم از این آخرها میذارم زار میزنم همین دیگه، هیچی نمیتونم بگم. لیلی گلستان بود، مدیر گالری گلستان. سهند اینانلو خبرنگار حوزه موسیقی هم از تهران با ماست. با اعلام انصراف این چهره ها، آقای اینانلو، جا برای رقابت باقی میمونه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما های موسوی. باید عرض کنم خدمتتون که در بخش جشنواره موسیقی خیلی سخت خواهد شد اگر چهره هایی مثل آقای ساکت، مثل آقای قمصری یا خانم کامکار اینا اگه بخوان برن کنار. خیلی چهره های خب بالاخره وزنی هستن برای خودشون و مشکل ساز میشه قطعا کنار رفتن اونها. توی تئاتر هم که میشه گفت تقریبا دیگه کسی باقی نمونده و بخش اعظمی از چهره های مهم تئاتر که قرار بود توی جشنواره فعالیت بکنن انصراف دادن. هنرمندانی که به این حرکت پیوستند آیا تاوانی هم خواهند پرداخت؟ خب در این مورد که با قطعیت نمیشه صحبت کرد آقای موسوی، ولی اخبار تایید نشده و در واقع غیر موثقی شنیده میشه از بین بچه های تئاتر که در واقع امروز خبرگزاری تسنیم هم یه خبری رفت و چند تا اسم مخفف رو آورده و اشاره کرده که این افراد هستن که دارن دامن میزنن به این که فضا به هم بریزه در جشنواره تئاتر فجر. اما در حوزه موسیقی یه مقداری فضا فرق میکنه. هنوز از طرف وزارت ارشاد یا نهاد دیگه‌ای اعمال فشاری ما ندیدیم، شنیده نشده، حداقل بنده که تا این لحظه در واقع چیزی از طرف دفتر موسیقی نشنیدم. اما خب تئاتر هم میگم تایید شده نیستش. هم
حالا این حرکتی که صورت گرفته ممکنه باعث انصراف افراد و چهرهای بیشتری در بخشای دیگه هم بشه؟ امکانش هست. والا چهرهایی که وزن هستن توی بخش تئاتر که تقریبا همشون رفتن کنار، ولی توی بخش موسیقی هنوز عده‌ای هستن و شاید بستگی داره. حالا باید ببینیم که در روزهای آینده چه اتفاق میفته. ممنونم از سهند اینانلو، خبرنگار حوزه موسیقی از تهران با ما. و ما گفتگو رو در همین زمینه با دو میهمان دیگه ادامه میدیم. عبدالرضا کاهانی، کارگردان سینما از تورنتو کانادا با ما، و باربد گلشیری، هنرمند گورنگار از پاریس با ما. اول سوال رو از آقای گلشیری میپرسم. آقای گلشیری، بعد از اعتراض‌های سال 1388 هنرمندان در این سطح و در این شمار حرف از تحریم جشنواره فجر نزدند. با اعتراض‌های دی ماه 86 و آبان ماه هم این سطح از همراهی دیده نشد. چطور این بار چنین تصمیمی گرفتند؟ من اول یک توضیح بدم که من موقتا در پاریس هستم، برای کار سفر کردم. من مقیم تهرانم، کارگاه هم همون جایی است که احتمالاً دیشب یا به طور قطع اینجوری که از ویدیوها دیدم در استاد معین سه نفر تیر خوردن. کارگاه من جنوب همون ایستگاه مترو، و در 88 برخلاف چیزی که میگین اتفاقا این اتفاق افتاد. یعنی من به خاطر دارم که مثلا تدوینگرها گفتن که ما فیلم های ما رو در جشنواره قضاوت نکنید، چون تدوینگر چون صاحب فیلم نیست قاعدتا نمیتونه فیلمش رو بیرون بکشه. من آقای گلشیری، من عرض کردم، ببخشید اگر بدفهمی شده، من عرض کردم که بعد از 88 چنین اتفاقی نیفتاده و درک میکنم که در شرایط سختی هستید. در هر صورت خیلی ممنون که تصدیق کردید، فرمودید که ساکن تهران هستید. بله. فکر میکنید که چطور شد که حالا هنرمندان چنین تصمیم گرفتند؟ ببینید، آبان ماه و زدن این هواپیما دو گرهگاهند در تاریخ ما. این دو گرهگاه مثل چیزی که شریان آدم رو میبنده و آدم سکته میکنه، به این حد قوت دارند و مرگاسا هستند. برای همین هنرمند اینکه کنار مردم بیسته که نیست. هنرمند باید به یاد بیاره که من هم مردمم. برای همین یاد میاره که من جشنی نمیتونم بگیرم که جشنواره‌ای داشته باشم، و مهمتر از اون حق سوگواری حق انسانی و مدنیه. اون زمانی که من هنرمند، که البته تجسمی بسیار بسیار در نظام کاستی اگر در نظرش بگیریم کف این جامعه نشسته چون مخاطب چندانی نداره، وقتی این اعلام میکنه برمیگرده به شهروند بودنش، برمیگرده به حیوان سیاسی بودنش، و در واقع فریاد میزنه که اگر این اعتراض مردم یک کوهی از ریگه، من یک ریگ میخوام بذارم اینجا. چطور میتونه این ریگ رو بذاره؟ با کنار کشیدن. یعنی این سلبی نیست، فقط میگه من کنار کشیدم. اینجاست که در واقع تبدیل به سوژه هم میشه، تبدیل به فرد میشه. آقای کاهانی، شما از جمله کسانی هستید که از این نوع تحریم حمایت کردید. چه فشاری رو بر روی حکومت ایجاد میکنه؟ بعضی این رو میپرسند که چقدر ممکنه مؤثر واقع بشه. با سلام به شما و همگی، پیش از هر چیز من باید بگم که برای کار تورنتو هستم و اساسا برای کار خارج از ایران. من سال هاست که فستیوال فجر رو به دلیل بی‌عدالتی، به دلیل اینکه هیچ وقت احساس واقعی مردم در تفکر فستیوال وجود نداشته، تحریم کردم برای خودم و از دادن فیلمام پرهیز کردم. منتها الان اتفاقی افتاده که اصلا ربطی به اون نیت
چند سال قبل من نداره. الان ما با مردمی مواجه هستیم که حالشون خوب نیست، عزادارن و کمترین کاری که میشه براشون کرد، هر کس در هر سنفی در هر جایگاهی که قرار داره همدردی با اوناست. شرکت نکردن فیلمسازان در فستیوال فجر، تهیه کنندگان در فستیوال فجر، کمک میکنه که مردم احساس کنن که تنها نیستن. ضمن اینکه ما از کجا داریم حرف میزنیم؟ داریم از فستیوالی حرف میزنیم که واقعا اهمیت چندانی در جهان سینما نداره، نه جوایزش، نه تفکرش، و زائیده ذهنهای دولتیه که معمولا در این فستیوال خیلی کم پیش میاد که حق به حقدار برسه. بسه آقای گلشیر، شما فرمودید که جشنی نداریم، حق سوگواری یکی از دلایل شماست برای تحریم این جشنواره، ولی اگر مسئله نداشتن جشن و حق سوگواری، شاید این پرسش پیش بیاد که فاجعه‌های زیادی در سال‌های اخیر در ایران رخ داده، از ریزش ساختمان پلاسکو بگیرید تا غرق شدن نفتکش سانچی یا سیل و زلزله‌ای که همین اواخر هم اتفاق افتاد. آیا در اون زمان هم به دلیل حق سوگواری دل و دماغ این رو نداشتید که در یک جشنواره شرکت کنید؟ بحث دل و دماغ نیست، انتخاب سیاسی چیزی جدیتر از دل و دماغ. من مصاحبه خانم گلستان رو با شما هم شنیدم، بحث اندوه شخصی یک چیز است، بحث انتخاب اجتماعی و سیاسی چیز کاملا دیگری است. یعنی منی که در همه زندگیم در ایران زندگی کردم و برمیگردم چندی دیگر به مملکتم که کنار همسایگانم باشم، این رو میفهمم که ما یک تعداد انجمن داریم، مثلا انجمن نقاشان داریم، انجمن مجسمه سازان داریم، انجمن عکاسان داریم و انجمن های دیگری داریم. ارشادم بالا سر ما وایساده، ما سعی میکنیم که دریچه های بکشاییم رو به آزادی بیان از طریق اینا، اینها رو تبدیل کنیم به اصنافی که میتونه از درونش چیزی دراد که آزادی بیان ما رو بیشتر کنه، جامعه مدنی ما رو قوی تر کنه. و زمانی که سالانه‌ای هست، دو سالانه‌ای هست، از طریقش این کارو میکنم. آقای کاهانی هم گفتن، منم هرگز در جشنواره تجسمی فجر که حوزه تخصصیم شرکت نکردم. من دو بار در زندگیم شرکت کردم در چیزهای ملی این شکلی، یکیش انجمن نقاشان درش نقش داشته، یکیش انجمن مجسمه سازان درش نقش داشته که دو سالانه قبلی مجسمه سازان بود. امسال رو من اومدم بیرون. بسه. چرا اومدم بیرون؟ به خاطر اینکه اگر بالادستی شما به عنوان معاون ارشاد که مجبور کردین ما رو که این بالا سر انجمن مجسمه سازان بیسته، اونجا همچنان هست، وقتی بالادستی شما دروغ میگوید، شما باید استعفا بدهید، باید شرافتمندانه استعفا بدهید. اگر من این زور رو ندارم به عنوان یک هنرمند که کف جامعه ایرانم، من کفم. خب چه کار میکنم؟ من میام بیرون، آدم های دیگه هم بیرون میان و شما میمونین با حوزتون. این که شما میمونید و حوزتون خیلی شبیه هست به این ارزیابی آقای کاهانی. آقای کاهانی، شما هم گفتین که اهمیت چندانی نداره، مردم تنها نمیمونند، ولی افرادی مثل کیهان کلهور میگن که اتفاقا باید در میدان باقی موند در و این فضا رو تا جایی که امکان داره در اختیار گرفت. در این مورد چه فکر میکنید؟ ببینید آقای موسوی، من خیلی دوست دارم بگم که نه کارشناسم نه آدم دانایی هستم که بخوام به بینندگان و به اهالی هر صنفی به خصوص سینما نکته ای رو متذکر بشم. من اگر اینجا الان دارم صحبت میکنم، دلیل اصلیش اینه که تصمیمی که گرفتم مال چند سال پیشه، بنا خوشحالم که خیلی ها دارن به این نتیجه میرسن، اما نیت من با نیت اونها میتونه متفاوت باشه. مهم اتفاقیه که داره میفته. ما داریم از چه چیزی حرف میزنیم؟ ما داریم از فستیوال فجری حرف، دولتی فجری، تاکید میکنم دولتی فجری داریم حرف میزنیم که میتونیم واقعا اهمیتی براش قائل نباشیم به احترام مردم. چیز زیادی ما از دست نمیدیم.
یعنی ما خودمون فکر میکنیم که اون فستیوال خیلی مهمه و اگر نریم هزاران اتفاق میفته و میدونم الان هم ممکنه خیلی ها بگن نه ما نمیتونیم به هزار یک دلیل شرکت کنیم، ما مجبور بودیم شرکت کنیم، ما باید شرکت کنیم. من فکر میکنم که راحت میشه به نفع مردم، اینجاست که میشه به نفع مردم تصمیم گرفت. ما اگر همیشه میگیم برای مردم کار میکنیم، الان میتونیم ثابت کنیم که برای کی داریم کار میکنیم. خیلی این کمترین کاره، یه کار خیلی ساده، فکر نمیکنم کسی هم مزاحم تصمیم ما باشه، همون جوری که من سالها پیش تصمیم گرفتم. نمیخوام به همه بگم مثل من باشید، ولی میتونم بگم که الان در موقعیتی قرار داریم که میتونیم تصمیم بگیریم که برای چه کسانی داریم کار میکنیم. آقای گلشیری، شما گفتید که انتخابتون یک انتخاب اجتماعی سیاسیه. بعضی ها در شبکه‌های اجتماعی این رو پرسیدن، من مایلم که اینجا مطرح بکنم. میگن که اگر این تصمیم اعلام همبستگی است با معترضان، چرا این هنرمندان مثلا خودشون در خیابان نیستند؟ اتفاقا این نوع تحریم یا قهر با جشنواره چیزیه که همین تندروها خیلی بدشون هم نمیاد. من ابتدای بحث گفتم که کنار مردم ایستادن یک بحث است، خود مردم بودن یک بحث است. من الان اینجام و من آبان ماه گفتم دو گرهگاه اخیرمون آبان ماه و زدن هواپیما، اینا دو گرهگاه هن. من آبان ماه بودم، من در تهران بودم، من دیدم. هرچند مسائل به نظرم این چیزها طبقاتی شد متاسفانه و نپیوستند خیلی ها، ولی من آبان ماه بودم، من آبان ماه در خیابان بودم، در آریا شهر بودم، در خیابان دماوند بودم و اینها. و باز خواهم گشت. این که کنار مردم بودن رو من نمیفهمم، این که مگه ما مردم نیستیم؟ من شما معرفی کردین من گورنگار، من قبر میسازم در بهشت زهرا، در جاهای دیگه، در آدم هایی که نمیتونند قبر داشته باشن آدم ها میرن میبینن من مثلا چه تفاوتی دارم، چه تفاوت اجتماعی دارم با اونی که شما میگین. یک کاری، البته اینو من بگم، یک کار بسیار عجیبی کردند راجب نامه جمعی که هنرمندان نوشتند در آبان ماه و ربطش دادند به مالیات. این حرف، این در واقع یک کاری بود برای خونسا کردن اون نامه. نه، بفرماین مالیات بگیرن، از هممون مالیات بگیرن، از هممون بگیرند، ولی اون نامه رو خونسا نکنند. یک جمع عظیمی از هنرمندان ایران، هنرمندانی که ساکن ایران هستند، پشت و کنار مردم ایستاده بودند. وصل کردنش به مالیات یک کاری بود که خیلی هم استفاده کردن، ارتش سایبری بینام خارج داخل همه اینا هم هست. آدم ها فکر میکنن که هنرمندان در یک طبقه بالایی نشستن. من به شما عرض کردم که کارگاه من زیر همون جاست که این اتفاقات افتاد. و آقای کاهانی، خیلی کوتاه، در نهایت فکر میکنید که از نظر شما این اعتراض ها، این تحریم، فضا تغییر بکنه؟ این روزها یکی از بحث های اصلی اینه که بالاخره فضا عوض خواهد شد یا نه. کوتاه اگر بگید ممنون میشه. من فکر میکنم که ما قبل از اینکه به هر تغییری فکر بکنیم بهتره به شخصیت خودمون فکر بکنیم به عنوان یک انسان و تصمیمایی که میگیریم. من نمیخوام بگم من خیلی خوبم، من خیلی انسانم، ولی فکر میکنم که یه چیزهای خیلی بدیهیه. یعنی من دیروز در به طور اتفاقی توی تورنتو هستم و در واقع موفق شدم که در مراسم یادبودی شرکت کنم که مربوط میشد به سقوط هواپیما و بسیار دردناک بود این فضایی که من دیدم. وقتی آدم این چیزا رو میبینه باید احساس کنه که چه تصمیمی در این شرایط میتونه به شخصیت خودش قبل از هر چیزی کمک کنه، قبل از هر تغییر. سپاسگزارم از عبدالرضا کاهانی، کارگردان سینما از
تورنتو کانادا که البته الان در تورنتو هستن و همینطور باربد گلشیری هنرمند از پاریس که باز هم ایشون الان در پاریس هستن. باید اضافه بکنم که خبر تازه‌ای به دست ما رسیده کم و بیش مرتبط با همین موضوع و اون اینه که رخشان بنی اعتماد کارگردان فیلمنامه نویس، تهیه کننده و مستندساز ایرانی دستگیر شده و بازداشت شده و همینطور حسین کروبی فرزند مهدی کروبی. در گزارش مریم افشنگ هم اشاره شد که رخشان بنی اعتماد معترض بوده به شرایط روز و همینطور از مهدی کروبی پدر حسین کروبی هم نقل شد که او هم در اعتراض به فضای موجود موضعی رو اعلام کرده که به احتمال خیلی زیاد در این دستگیری نقش داشته. و اما شمار زیادی از سرنشینان هواپیمای اوکراینی که در ایران سرنگون شد شهروندان ایرانی کانادایی بودند. جامعه ایرانی تباران کانادا این روزها در سوگ از دست دادن آنهاست. بهمن کلباسی گزارش می‌دهد. یک شنبه سوگواری از شرق تا غرب کانادا، داغ بیش از 2000 نفری که در دانشگاه تورنتو به یاد قربانیان گرد هم آمده بودند با تصویر و روایت هر قربانی تازه شد. بازماندگان مسافران پرواز 752 اوکراین گفتند حمایت و همدردی گسترده ایرانیان کانادا و مقام‌ها و رسانه‌های این کشور در التیام این درد جانکاه مؤثر بوده است. من می‌خوام تشکر بکنم از جامعه تیرگان، بنیاد پریا که مراسمی در خور شأن این عزیزان گرفتند. مهمتر از همه اونها می‌خوام از پرایم منیستر، نخست وزیر کانادا تشکر بکنم. از طریق آقای مجید جوهری نماینده پارلمان زیر 24 ساعت برای دلجویی از ما ایشون تشریف آوردن، هر چقدر زمان خواستیم بهمون دادن و همه چیزمون گوش کردن، اشک ریختن هم پای ما و من واقعا شوکه هستم از این ساپورتی که من اینجا از جامعه ایرانی کانادا و جامعه کانادایی کانادا دارم میگیرم. نمایندگان ایرانی تبارشان در مجلس کانادا هم بر پیگیری همه مطالبات خانواده‌های قربانیان از سوی دولت کانادا تأکید کردند. با هر کدوم از اینا که صحبت می‌کنم، اینا در یک مقطع زندگی من میتونستم اونا باشم. من میتونستم یه پدری باشم که بچه‌هامو از دست دادم. من میتونستم یه پدری، یه کسی باشم که خودم فوت کردم. من میتونستم زنمو از دست داده باشم. یعنی واقعاً یک، وقتی میگم یه فاجعه است و قابل توصیف نیست، شما میتونی تعریف بکنی ولی تو نمیتونی توجیه بکنی، تو نمیتونی دلیل بدی. و بزرگترینش اینه که چرا دروغ گفته شد؟ هیچ دلیلی برای گفتن دروغ نبود. همه شب نالم چونه. دولتی که با مدیریت نخست وزیر جاستین ترودو در روزهای گذشته به خاطر همراهی و حمایت بیدرنگ از بازماندگان مورد تحسین افکار عمومی قرار گرفته. آقای ترودو دیروز هم در مراسم یادبود 13 دانشجوی برجسته ایرانی تبار در دانشگاه آلبرتا در شهر غربی ادمونتون سخنرانی کرد. You may feel unbearably lonely. شاید الان به طور غیرقابل تحملی احساس تنهایی کنید، ولی شما تنها نیستید. تمامی کشور شما امشب کنارتان ایستاده و فردا و همه سالهایی که می آیند. ما آینده‌ای که همه رویایش را دارند با هم می سازیم. کانادا این است. That's what Canada is. مراسمی که در آن ایرانیان حاضر هم از دوستان از دست رفتهشان گفتند. خیلی خیلی مصیبت بزرگیه و ما در کنار بقیه سعی کردیم مراسم رو ترتیب بدیم که یادشون رو گرامی بدانیم، اگرچه نبودشون در کنارمون بسیار بسیار سخت خواهد بود. اینجا تو کانادا خیلی بعد از این فاجعه همه آدم ها، دولتش، شهردار ادمونتون، همه خیلی خیلی حمایت کردن. جایی که دولت ما از ما هیچ حمایتی نکرد و هیچ کوچکترین تسلیتی نگفت، اینجا من ممنونم از تمام کسایی که
ما که خیلی هم تازه نسبت به خیلی آدمای دیگه ما انقدر نزدیک نبودیم. بعد کسایی هستن که همسر و فرزندشون رو از دست دادن و خواهر و برادر و دوست نزدیکشون رو از دست دادن و این خیلی غمگینه و دولت کانادا به همشون قول داده که این مسئله رو دنبال کنه. عزا و یاد بود که در سراسر این کشور به اشکال مختلف برای زنده نگه داشتن خاطره قربانیان و آرزوی صبر و التیام برای بازماندگان برگزار شد. بهمن کلبسی، BBC، تورنتو. ممنونم که این 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.